خب عرض ادب و احترام خدمت آفریدگار ایران، خدمت شما همیهنان عزیز ارجمندم. برنامه دیگری در تلویزیون ایران فردا. آقای پوتین اعلام مالکیت کرد، اعلام مالکیت بر سرزمین های بی صاحب در کره زمین، یعنی قطب شمالی، یعنی آکتریس، یعنی اقیانوس منجمد شمالی، که اینجا خودش شده گورستان اتمی روسیه. پیش از این هم گورستان اتمی اتحاد جماهیر شوروی بود. اولین محموله های آلوده اتمی رو، یعنی زباله های اتمی رو، روسها در 1939 به اعماق دریا فرستادن، به اعماق دریای منجمد. یعنی چی کردن؟ یعنی سلامت کره زمین رو عزیمه کردن به خاطر قدرتیابی، میخواستن قدرت اتمی بشن. و همینطور بعدها که 17,000 کانتینر پر از مواد رادیواکتیو رو به اعماق دریا فرستادن. یعنی ناجوانمردی و تبهکاری در اوج، کاری که روس‌ها کردن. و همینطور فرستادن چیزی حدود شاید مثلا 14 رآکتور قدیمی و کهنه به اعماق دریا. چندین نوبت این کار کردن و حتی سه ناو اتمی رو که از کار افتاده بود اینا به طور تعمدی در دریا غرق کردن تا این لحظه. به هر روی کار اخیر آقای پوتین به نظرم اعجاب انگیز نبود. نه، اینا قصد دارن که واقعا از یک از کارت برنده برخی کشورها استفاده بکنن. همین که امروز اعلام تملک میکنن بر دریای مازندران، سهم ما رو دارن میخورن، نمونهشه. حالا اینها هدفشون به مالکیت درآوردن اقیانوس منجمد شمالی، به ویژه منطقه آکتریس در میانه دریا که کشورهای مختلف را هم در بر میگیری و در واقع ساحلی برخی از کشورها مثل کانادا، آمریکا و منطقه آلاسکا، خود روسیه، دانمارک و بقیه کشورها که همسایگان این منطقه محسوب میشن. خب تا اونجایی که ما میدونیم ذخایر موجود در این دریا، این دریای منجمد، یک چهارم کل همه منابع نفت و گاز در دنیاست. یعنی ببینید که چه ثروتی الان زیر این آبها نهفته است. البته روس‌ها در سال 2000 هم تلاش کردن با ارائه برخی اسناد اینجا رو به نام خودشون بکنن، سازمان ملل موافقت نکرد، یعنی گفتن این اسناد کافی نیست. حالا دوباره اینا خیز برداشتن و فکر میکنن آمریکا الان در موقع ضعف قرار داره، موقعیت ضعیف شده و الان فرصتی است که اینها دوباره بعد از چند بار عقب نشینی به سمت جلو هجوم بیاره. امروز با یک کارشناس در این زمینه صحبت میکنیم، آقای دکتر قاسم بیا. دکتر قاسم بیا، حالا از خودشون خواهم پرسید که کجا به دنیا آمدن، چه کردن، در کجاها در رشته نفت تحصیل کردن و کارشناس صنعت نفت و گاز هر دو هستن. در میدونم در بسیاری از حوزه های نفتی دنیا کار کردن، مهمترینش در دکل های نفتی وسط دریا در نروژ بوده، در اسکاتلند سالها تدریس کردن، کار کردن در رشته نفت، اینک در تگزاس هستن، یعنی ایالت نفتخیز آمریکا. دکتر بیاد درود بر شما. درود بر شما جناب میبودی، خیلی متشکرم که منو دعوت کردین در این برنامه با شما صحبت کنم و درود به همه همیهنان عزیزم هر کجای دنیا که هستند. حال شما خوبه دکتر؟ خیلی خوبه عزیزم، متشکرم. چون هوای شهر هوستون ما هم داره خنک میشه، یک خورده برای ما زندگی راحت تر میشه. بسیار عالی. فقط خواهش میکنم شما زیاد جلو نیاد که این قسمت نایه سر قطع نشه از در تصویر. به من بفرمایید که دکتر چرا روس ها این همه تلاش دارن میکنن که مناطق بی صاحب رو مثلا در قطب شمال رو تصاحب بکنن؟ بله، البته همه کشورهای دنیا برای مردم خودشون سعیشون این هست که اکثر امکانات رو فراهم بکنن و اکثریت رو در تصاحب بگیرن. تا اونجایی که به دریای به این قسمت از قطب یخزده شمال دنیا مربوط میشه، عملا چند کشور هستند که سرزمین هاشون محدود به اونجا میشه، که روسیه یکی از بزرگترینشونه، امریکا همینطور به دلیل وجود آلاسکا، کانادا همینطور،
دانمارک و نروژ، یعنی نروژ. بله بله. بنابراین همه این کشورها ادعای تملک این سرزمین یخزده رو دارن، ولی همونطور که شما اشاره فرمودین، علت اصلی به دلیل این هست که این یک قسمتی از کره زمین هست که هنوز درش اکتشافات کامل انجام نشده و تخمین این هست که شاید حدود یک چهارم از ذخایر نفت و گاز پیدا نشده زمین در زیر یخهای این قسمت هست. و از اونجایی که به تدریج با گرم شدن هوا یخهای قطبی به طرف عقب دارن برمیگردن، تقریبا یک سلسله جبالی که حدود 2000 کیلومتر طولش هست داره از زیر یخ خارج میشه، از زیر آب. و البته همه این کشورها هم انتظار دارند که قسمتی از سرزمینی که از زیر یخ خارج میشه و احتمالاً منابع گاز و نفت داره رو به تملک خودشون در بیارند. دوستو بیا اول به من بفرمایید که شما کجا به دنیا آمدی؟ بله، من در شهر زیبای آبادان به دنیا آمدم. در آبادان. و دوران جوانیم رو تا کلاس 11 دبیرستان در خرمشهر بودم. بله. دیپلممو در آبادان گرفتم و بعد این افتخار رو داشتم به تنها دانشکده فنی نفت ایران که تأسیس شده بود و سالها به تدریج متخصصین ایرانی رو تربیت کرده بود که جای خارجی ها رو در صنایع ما بگیرن، من به اون دانشکده رفتم و پس از فارغ التحصیلی از دانشکده نفت چند سالی هم در ایران سعادت خدمت در صنایع نفت و گاز ایران رو داشتم. جالبه. و بعد تشریف آوردید، حالا کسی که اهل جنوب ایران بوده در اونجا درس خونده، به اونجا به دانشکده رفته که یکی از مهمترین دانشکده های نفت دنیاست، دانشگاه نفت آبادان، چطور شد که باری گرفتید در مناطق منجمد خدمت کردید، مثلا در نروژ در اون تکل های بله عرض کنم که چقدر در اونجا بوده آقای دکتر روی تکل ها؟ الان عرض میکنم خدمتتون، دانشکده نفت دانشگاهی بود که از نظر سطح تحصیل با هر یک از دانشگاه های معتبر دنیا در رشته نفت در اون زمان برابری داشت. ما شاید برای هر 4 یا 5 نفر دانشجو یک استاد داشتیم. زبان اصلی زبان انگلیسی بود و همه چیز به انگلیسی آموخته میشد و تدریس میشد و فرا گرفته میشد و بهترین متخصصین در اختیار ما بودند و ما 9 ماه درس میخوندیم و 3 ماه تابستان رو در یکی از صنایع نفت ایران، پالایشگاه های مختلف یا وسایل تولید نفت، حفاری چاه‌ها یا کار کردن روی سکوهای تولید نفت در دریا کار میکردیم. در نتیجه در سال 4 وقتی من فارغ التحصیل شدم از دانشکده نفت، هر کجا میتونستم کار کنم و در نتیجه در ایران کارم رو شروع کردم. منتها بعد از چند سال که کار کردم احساس کردم که صنعت خیلی خیلی جلوتر از اون هست که من فکر میکنم و نیاز به تحصیل بیشتر دارم. برای این بود که من راهی اروپا شدم و چون زبانم هم زبان انگلیسی بود مثل بسیاری از دوستان من، ماها خیلی همون راهی اروپا یا امریکا شدیم، درجات عالی تحصیلی گرفتیم. مثل من دوستان فراوانی داشتم که همه فوق لیسانس، دکترا یا فوق دکترا گرفتن و من هم همینطور. و بعد مشغول آموزش هم شدم در دانشگاه نفت کشور انگلستان در شهر ادینبورگ در اسکاتلند. بله. منتها بعد از اینکه اون دوره رو گذروندم برای خدمت به ایران بازگشتم. منتها روزی که من وارد ایران شدم روزی بود که سینما رکس آبادان رو آتش زده بودن، بنابراین انقلاب شروع شده بود و من تا 1 سال بعد از اون، 1 سال و 3 ماه بعد از اون هم موندم ببینم آیا امکان خدمت کردن در ایران هست. و وقتی به من ثابت شد که امکان خدمت نبود خصوصا برای من و مشکلات فراوان در راه هم بود، این بود که مجدداً راهی غرب شدم تا بتونم در رشته تخصصی خودم هم تحصیلات بیشتر بکنم و هم بتونم تجربه بیشتر پیدا بکنم. این بود که این بار راهی شرکت های نفتی شدم که در دریای شمال انگلستان کار میکردن. و از اونجایی که در اونجا کار میکردم با رفتن به اون سکوهای دریایی در
وسط دریای شمال، بعضی از اینها متعلق به نروژ بود، بیشتر اینها متعلق به انگلستان بود. این بود که این امکان بود که در روی سکوهای مختلف بتونم کار بکنم. آقای راجب این سکوها بیشتر بگید، این سکوها خوابگاه اینام داره؟ رستوران خواب؟ بله جناب میبودی، بعضی از این سکوها یک جا از کانکریت ساخته شده، یعنی سیمان و آهن، و درست مثل یک هتل مثلا 25 طبقه است که پایه های اینها در تا کف آب میره و این پایه هاشون برای ذخیره کردن آب شیرین و نفت هست و اینها هم حدود بین 20 تا شاید بعضی وقتا 50 پا از سطح آب بالا میان. اون موقع طبقه 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 درست مثل یک هتل قرار دارن و بعد شما اونجا هستین. این نوع به خصوصی بود که نروژی ها چون تخصصشون در ساختمان وسایل کانکریت بود ابداع کرده بودن. انواع دیگه این سکوهای دریایی بودن که اینها یک جا از آهن ساخته شده بودن. آها. که بعضی از اونها پایه هاشون در روی آب بود، چون عمق آب در دریای شمال بین شاید 300 پا تا 700 پا بود، ولی پاره از این سکوهای دریایی هم به طریقه‌ای ساخته شده بودند که اینها روی آب می نشستند و به وسیله کابل های خیلی قوی به کف آب بسته می شدند. این هست که در دریای شمال واقعا تکنولوژی حفاری در محیط سخت، آب عمیق و شرایط بسیار مشکل تجربه شد و آموخته شد و بعد از اون تکنولوژی در سراسر دنیا استفاده شد. معمولا روی این سکوها چه تعداد کار میکنن همزمان؟ بله، تعداد افرادی که کار میکنن خیلی بستگی داره به ابعاد اون سکوی دریایی. بعضی وقتا ممکنه وقتی که همه چیز انجام شده، یعنی حفاری چاه ها انجام شده و چاه ها در حال تولید هستند، عده افراد ممکنه بیاد پایین تا 20 نفر، 30 نفر یا 50 نفر. ولی وقتی که حفاری چاه ها هم ادامه داره، افرادی که روی این سکوها کار میکنند ممکن هست تا چند صد نفر هم برسه. و بعد روی این سکوها اتاقای بسیار کوچک که توی هر کدومشون چند تا تخت هست وجود داره، رستوران وجود داره که در ساعات مختلف روز هر وقت شما گرسنه باشین میتونین تشریف ببرین غذا بخورین. یک قسمت داره که مربوط به کارگاه این سکوها هست که تمام دستگاه‌های مختلف برای تعمیرات وجود داره و غیره. و یک طبقه‌ای هست که مخصوص تولید نفت و گاز هست، یک طبقه‌ای هست که مخصوص اقامت و استراحت کسانی هست که اونجا 12 ساعت کار میکنن، 12 ساعت میخوابند افراد. و بعد بالاترین طبقه این سکوهای دریایی معمولاً برای نشستن و برخاستن هلیکوپتر هست که افراد رو به این سکوهای دریایی میبرند. جالبه، خیلی جالبه. و آقای دکتر، بنابراین اگر قرار باشه مثلا روسیه یا هر کشور دیگری، حالا که دارن ادعای تملک میکنن، روزی بر این مناطق مثلا در اقیانوس منجمد شمالی اینا مسلط بشند و به کشف منابع نفت یا منابع نفت و گاز توفیق حاصل بکنن، از این سیستم استفاده میکنن یا از همین سیستم این سکوها؟ عرض کنم که در مناطقی که یخ زده هست و قطبی هست مشکلات فراوانتری دارن. دریای شمال بیشتر مشکلات به دلیل طوفانی بودن دریا بود و موجهایی که ممکن بود تا 20، 30 یا 40 پا ارتفاع داشته باشه، بادهای خیلی شدید که ممکن بود حتی تا 100 میل در ساعت سرعت داشته باشه. ولی در دریای در قسمت قطب شمال، مثلا در قسمتی که خود امریکا در آلاسکا بهره برداری میکنه یا روسیه در سیبری یا جاهای دیگه، شرایط فوق العاده سخت‌تر هست. به بسیاری از این مناطق در چند ماه سال هیچ راه زمینی یا آبی وجود نداره، چون همه چیز یخ میزنه و فقط میشه از طریق هلیکوپتر رفت به اینجا. اینی که دستگاه‌هایی که در اونجا میگذارن و به کار میبرن یک مقدار فرق میکنه. مثلا شما تصور کنید در قسمت آلاسکای امریکا که میدان‌های بزرگ نفتی وجود داره که حتی امروزه بیش از 500,000 بشکه در روز نفت امریکا از این قسمت‌ها میاد،
شاید بین 200 تا 400 پا از سطح یخ رو که شما در نظر بگیرین، این یک ترکیبیه از یخ، یعنی ترکیبی است از آب و خاک که یخ زده. بنابراین اگر شما چیز گرمی رو روش بگذارین، این ممکنه همینطوری به تدریج این رو حل بکنه و بره پایین. حتی لوله‌های نفتی که نفت رو از آلاسکا برای صادرات به جنوب آلاسکا میارن، این لوله‌ها اونچنون عایق شدن که هیچ نوع حرارتی رو به اون لایه‌ای که بهش پرمافراست میگن، یعنی پرمافراست اسم فنی برای یک چنین شرایطی هست، یعنی همه چیز بسیار بسیار سخته. بنابراین هزینه تمام شدن یا تولید این منابع هم فوق العاده بیشتر از هزینه حتی دریای شمال خواهد بود. خب به من بفرمایید که الان تولید نفت چقدر تمام میشه در دریای شمال، نروژ و انگلستان، و اگر قرار باشه که روس‌ها مستقر بشن در اقیانوس منجمد، برای اونها چقدر تمام میشه؟ هیچ محاسبه‌ای در این زمینه وجود داره؟ بله، عرض کنم که قسمت، یعنی سیبری یک قسمتی از این قطب شمال هست، بنابراین روسیه با کمال اطمینان میگه اینها خاکهای منه، یعنی وابسته به ما هستن و چسبیده به سیبری ما هستن و این جزئی از خاک اونهاست. نروژ همچنین ادعایی رو داره، چون قسمتی از شمال نروژ وابسته و چسبیده به یخهای قطب آرکتیک شمال هستن. امریکا هم خب آلاسکا رو داره و کانادا هم قسمت یخزده شمال خودش رو داره. این هست که از نظر قانونی همه اینها فکر میکنن حرفشون درسته و این سرزمین خودشونه، منتها اون آخرش همونطور که همیشه در امور جهانی خواهد بود، ابتداشون از اینجاست که هر کدوم ادعای خیلی بیشتری دارن، سرانجام مینشینن و خطوط جغرافیایی رو خیلی مشخص و مرتب خواهند کرد، یعنی راهی هم غیر از اون نیست. کما اینکه اگر به جاهای دیگه دنیا هم نگاه بکنیم، قسمت اعظم میدانهای نفتی و گاز دریای شمال درست در حد میان بین انگلستان و نروژ قرار گرفته، ولی میبینیم که این کشورها به دلیل تمدنی که دارن گفتن خیلی خوب، باید با هم بنشینیم مذاکره بکنیم و ببینیم که چگونه این منابع رو تقسیم بکنیم به صورت عادلانه. و این موضوع سالها طول کشید. خود من سعادت این رو داشتم که در بعضی از این گروه های فنی که این تخمین ها رو میزدیم و مقیاس ها رو انجام میدادیم و محاسبه میکردیم چه قسمتی به کدوم طرف این وسط دریا تعلق داره، یعنی اول فرض کردیم وسط دریا کجاست و بعد اومدیم محاسبه کردیم که یک میدان نفتی که معمولاً در وسط قرار گرفته بود چگونه باید تقسیم بشه، و میبینیم که کار نه به جنگ کشید و نه به جدل، منتها مشکلات فنی فراوان داشتیم تا اینها رو آهسته آهسته حل کردیم. در مورد روسیه و نروژ و فنلاند و کانادا و امریکا، خب یکم مشکل‌تر هست، ولی مطمئن هستم بالاخره یک جوری این رو حل خواهند کرد، چون اگر نتونن اینها رو به صورت مناسبی حل کنن، هیچ کدومشون براشون امکان استخراج این منابع به صورت اقتصادی میسر نخواهد شد. نروژ فرمودی چقدر تموم میشه؟ بله ببخشید، در دریای شمال به دلیل عمق آب و دستگاه های فراوانی که بگذارن، من فکر میکنم این روزها شاید حدود 40 دلار یا 50 دلار هزینه نفت باشه. من اینا رو اخیراً تحقیق نکردم، اینها رو مدتی قبل بهشون نگاه میکردم. بله بله. و همونطور که میبینید بزرگترین فاکتوری، بزرگترین ضریبی که صنایع نفت رو به جلو برده، هم از نظر فنی و هم از نظر میدانهایی که درش کار کردن، بالا رفتن تدریجی قیمت نفت بوده. یعنی اگر تصور بفرمایید که حدود 10 سال قبل 12 سال قبل نفت حدود 20 دلار بود، امروزه حدود 100 دلاره. و این به تدریج باعث شده که خیلی از میدانهای نفتی که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبودن، امروز همه مقرون به صرفه هستن. و در نتیجه نفت دریای شمال هم که ما فکر میکردیم تا سال 1900 مثلا 80، بعد فکر کردیم 1990، بعد فکر کردیم تا سال 2000 قسمت اعظمی از اون میدانهای نفتی دیگه اقتصادی نخواهند بود، میبینیم که همه اقتصادی باقی موندن و هنوزم ادامه میدن. ولی خب هزینه دریای شمال
بالاست و هزینه قطب شمال به مراتب بالاتر, بالاتر از اون. وقت در منطقه ما, برای اینکه ببینید که طبیعت چقدر به ما لطف کرده واقعا, به منطقه ما با این همه ذخایر و منابعی که داریم, برای ما چقدر تموم میشه؟ برای اونا 40-50 دلار در هر بشکه, برای ما چقدر؟ من فکر میکنم اگر ما تحت این مشکلات محاصره اقتصادی و غیره نبودیم, چون اینها سبب شده که اکثر نیازهای ما مجبور بشیم با قیمتهای فراوان اینا رو تهیه کنیم, حالا چه دستگاه باشه, چه متخصص باشه, چه خدمات نفتی و گازی از شرکت‌های بین‌المللی که کارشون این هست. اگر ما این محاصره اقتصادی رو نداشتیم, هزینه ما به مراتب کمتر می بود. ولی من فکر می‌کنم امروزه مثلا فرض کنید از میدان نفتی گچساران یا میدان نفتی مارون یا میدان نفتی اهواز که شاید این سه تا با هم دیگه هنوز 1.5 میلیون تولید ایران رو تولید می‌کنند, شاید چیزی حدود 15 یا 20 دلار باشه برای هر یک بشکه, شاید هم کمتر بر مبنای اینکه چگونه اینها رو حساب بکنم. ولی البته در خلیج فارس هزینه ما بالاتر خواهد بود. بالاتر. خب این اسباب تأثیر نیست که اخیراً حتی کسانی که در ایران در رشته نفت فارغ التحصیل میشن از مملکت میان بیرون, فرار مقصد شروع شده در این رشته و شمار زیادی امروز در تگزاس متمرکز شدن و در کمپانی های متعدد نفتی کار میکنن, تعدادشون هم سر میزنه به 1000 تا اونجایی که من شنیدم. آقای دکتر بیان, بله جناب بهبودی, متخصصین ایرانی در مثلا فرض کنین امریکا فقط محدود به متخصصین نفت و گاز نیستن, متخصصین در همه رشته ها هستن. از رشته های فضانوردی گرفته در ناسا که مرکزش در شهر ماست در شهر هوستون, تا متخصصین تولید و نفت, تولید نفت و اکتشاف نفت, متخصصین در رشته های کامپیوتر, متخصصین در همه رشته ها, در پزشکی و غیره. و خب تا روزی که شرایط ایمنی و شرایط مناسب از نظر روحی و از نظر اقتصادی برای هممیهنان ما فراهم نشه که با خیال راحت بتونن خودشون و زن و فرزندانشون رو با خودشون به ایران برگردونند, همین جریان خواهد داشت. من در آرزوی روزی هستم که طوری بشه که از همه دنیا متخصصین غیر ایرانی بخوان بیان به این سرزمین ما بیان و به ایران ما بیان و خدمت کنن, همینطور که امروزه کشورهای غربی با ایجاد یک چنین محیط مناسبی برای متخصصین و تحصیل کرده های دنیا فراهم کردن که از همه جا آخرش به اینجا میان, در آینده یک چنین شرایطی رو ما در ایران داشته باشیم که همه بخوان بیان در اونجا کار بکنن و از مواهب طبیعی, مواهب زیبایی, از میهمان نوازی هممیهنان نازنین ما ایرانی ها بهره مند بشن. آقای دکتر باید این کارشناسان نفتی که از اینان میان و مثلا در آمریکا مقیم میشن و شاغل میشن, اینا با چه حقوق استخدام میشن؟ بله من فکر میکنم که مشکل اول این هست که تا کسی اجازه اقامت در امریکا رو نداشته باشه و اجازه کار نداشته باشه, پیدا کردن کار در هر رشته ای من جمله در نه گیرم که اجازه کار داشته باشه. بله اگر اجازه کار داشته باشند و اجازه اقامت امریکا هم داشته باشند, اون موقع به این برمیگرده که در چه رشته ای تخصص دارن. مثلا اگر در رشته نفت باشن و کارشون در اکتشاف نفت باشه یا تولید و بهره برداری نفت باشه, کسی که شاید 4 یا 5 سال در ایران سابقه داشته باشه و اجازه اقامت و کار داشته باشه در اینجا, ممکن هست حقوقی حدود 100,000 دلار در سال بتونه بگیره. 100,000 دلار. آیا تو آخرین چاه نفتی که کشف کردید حالا به استخراج رسیده چقدر چی میده, چقدر محصول میده؟ جناب بهبودی راجب چاهای شرکتی که من براش بله 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 شرکتی که شما کار میکنید. بله اینها چون ما در زمین هستیم در امریکا, یعنی در دریا نیستیم, درست بلند چاهای زمینی تولید خیلی بالایی ندارند, ولی به طور متوسط ما میتونیم چاهایی بزنیم که شاید حدود 100 یا 150 بشکه در روز بتونن تولید بکنن. اگر اون چنون تولیدی باشه ما راضی هستیم,
از اون بیشتر هم بوده، مقدارشون هم بوده، از اون کمتر بوده. یک چیزی که درباره صنعت نفت باید خدمتتون جناب بیگودی بگم این هست که وقتی که نتایج زحمات ما درست ثمر میده، منافعش بسیار زیاده، و وقتهایی هم که ثمر نمیده هزینه‌هاش بسیار زیاده. این هست که در این صنایع معمولا شرکت‌ها میتونن عمل کنن نه افراد، چون خطر برای یک فرد اونقدر زیاد هست که افراد معمولا نمیتونن یک چنین خطری رو از نظر مالی به عهده بگیرن. این هست که شرکت‌ها فرضشون بر این هست که مثلا اگر 3 تا چاه میزنن، 1 یا 2 تایی از اونها به ثمر برسه. اگر 10 تا چاه میزنن، مثلا 4 تا یا 5 تایی اونها به ثمر برسه. در این صورت جبران زیانهاشون هم میکنه. ولی در ایران ما چاهای ما بهره برداریشون فوق العاده زیاده، یعنی چاهایی که 20,000 یا 30,000 بشکه تولید بکنن در روز وقتی که حفر میشن، همیشه در گذشته داشته ایم و مطمئن هستم طبق اکتشافات آینده در آینده هم خواهیم داشت. ولی در قسمت تگزاس و نیومکزیکو که من کار میکنم، اونطور چاها خیلی خیلی به ندرت پیدا میشه و شاید تولیدش هم چیزی حدود 1/10 تولیدایی باشه که خدمتتون در مورد چاهای ایران عرض کردم. آخری سال هم باز برمیگردیم به همون اقیانوس منجمد شمالی و منطقه آکتریت هم میانانم. به من بفرمایید که واقعا که میگن 1/4 کل منابع و ذخایر جهان در اینجا مدفونه، درسته؟ این برآورد صحیح؟ که معمولا این آمار رو اشخاص نمیدن. بله. ارقامی هم که من ذکر کردم اینها از سازمان زمینشناسی امریکا میاد. سازمان زمینشناسی امریکا یکی از کارهایی که انجام میده این هست که مرتباً درباره منابع مختلف تحقیق میکنن. دانشمندان مختلف دارن که کارشون همینه. بله. و اینها تحقیقات بسیار کامل انجام میدن و بعد بر مبنای اون تحقیقات ذکر میکنن که تا چه اندازه ممکنه نفت یا گاز در یک قسمتی وجود داشته باشه. و این رقم 1/4 منابع کشف نشده دنیا در این قسمت‌های یخزده قطب شمال هم بر اون مبنا قرار میگیره و مبانی البته فنی فراوان داره. مثلا یکی از این مبانی این هست که میان از نظر تاریخی بررسی میکنن و مطالعه میکنن که آیا شرایط برای وجود مواد ارگانیک که اینها اگر رسوب بکنن در لایه‌های خاکه و خاک سنگ و شنی که بتونن تولید نفت و گاز بکنن، آیا در اون منطقه وجود داشته؟ جواب هست که بله. بعد آیا امکان وجود لایه‌هایی که بتونن نفت و گاز رو در خودشون حبس بکنن بعد از اینکه تولید شد وجود داشته؟ پاسخ هست بله. و بعد دنبال این می‌گردن که چه مقدار ممکنه از این منابع به تدریج در طول 150 میلیون سال گذشته راهش رو به زمین پیدا کرده باشه و یعنی به سطح آب آمده باشه و به تدریج به وسیله باکتریا و غیره نشت کرده باشه و از بین رفته باشه. اون چه که میمونه تخمین اونهاست و از روش‌های مختلف آماری و همچنین روش‌های مختلف زمین‌شناسی و غیره استفاده می‌کنن برای این کارها. این هست که ارقامی رو که به دست میدن نتیجه بعضی وقتا سالها تحقیقات این متحقق، این محققین در این رشته هاست. آیا شما سالهاست، نزدیک به 30 ساله میشنویم که ایران 30 سال دیگه نفتش تمام میشه. یه دقیقه دیگه هم بیشتر وقت نداریم، به من بفرمایید که نفت ایران کی تمام میشه؟ جناب بودی خیالتون راحت باشه که هم من و شما، هم فرزندان ما و هم فرزندان فرزندان ما هم به هیچ عنوان پایان یافتن نفت و گاز رو در ایران نخواهند دید. منابع گازی ایران شاید 2 منبع گازی دنیاست و منابع نفتی ایران هم شاید 4, 5, 6 ارقام جدیدش رو من ندیدم، چون دائما به دلیل کشفیات در جاهای دیگه دنیا داره بالا میره، به اضافه اینکه قسمت وسیعی از ایران هنوز حتی اکتشاف نشده و به اضافه اینکه تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای که در غرب ما به کار می‌بریم برای گرفتن هر چه بیشتر ممکن از میدان‌های فعلی هنوز در ایران به کار نرفتند. عجب. پس که من به شما اطمینان خاطر میدم تا چند نسل آینده
این منابع هنوز هم به قدرت شاید به مراتب بیشتر از امروز برای ملت ما ثمر مفید داشته باشند. تشکر میکنم دکتر بیات. بار آینده فکر میکنم خب نفت به شکلی به سرنوشت ما پیوند خورده، ما در دریای نفت غرقیم. من فکر میکنم آقای دکتر بیات بار آینده باید به ما یه تور بدن، بیشتر بشناسیم ایران و حوزه های نفتی مختلف رو و ببینیم که این ذخایر از چه قرارن. دولت که توضیح زیادی نمیده، که بیشتر ما خبرها جست و گریخته دریافت میکنیم. دکتر بیات صمیمانه از شما سپاسگزارم. قربان شما. با کمال افتخار خوشحال میشم این اطلاعات تا اونجایی که در مطبوعات و رسانه‌های عمومی از میشه پیداشون کرد اینها رو در اختیار شما بگذارم. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش. امیر جان سپاسگزارم.